به نام خدا، من زهرا روزبه هستم و اینجا کانال نسیم هنر با رنگ توستی و قلابه 4 میلیمتر شروع میکنیم. ابتدای حلقه جادویی میزنیم. ما با این حلقه جادویی خیلی کارا داریم. نخ رو محکم نگه میداریم، یه زنجیره میزنیم محکم میشه و بعد 8 پایه نیم دوبل میزنیم. نخ و دور قلاب میندازیم، داخل حلقه میکنیم و بیرون میاریم. این اولین پایه نیم دوبل شد. دومی، و سومی. یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش، هفت و 8. 8 تا گندمی داریم، پس ما 8 پایه نیم دوبل بزدیم. نخ رو محکم میکشیم. اضافه نخ قرار برای ما یه علامت باشه که اول رجمون رو گم نکنیم. بین این دوتا گندمی قرار بدیم. در این قسمت، در این قسمت باید قرار بدیم بین این دوتا گندمی و رج. بعد قراره تو هر یه دونه گندمی که داریم 2 تا پایه نیم دوبل ببافیم که یه جفتی میشه. اولین خونه بافته شد. دومی خونه، 1 و 2. سومی خونه، 2. ادامه میدیم تا به این علامتی که اینجا داریم برسیم. خب دونه آخری رو من هنوز نبافتم. به علامت دقت کنید، ببینید هنوز یه دونه مونده تا این رشت تموم بشه. علامت این سمت هست و یه دونه گندمی اینجا هنوز مونده. یک و دو. خوب میشماریم، 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. خوب ما 16 تا گندمی داریم، پس 16 تا پایه بافتیم و درست بافتیم. نخ رو میکشیم محکم که این سوراخ کامل پر بشه و بعد این علامت رو میبریم پشت. یه تکی بافته شد و یه جفتی. دوباره یه تکی و یه جفتی. این الگو تا انتهای کار ادامه پیدا میکنه. رج بعدی 2 تا تکی و یه جفتی و این الگو تا انتها ادامه پیدا میکنه. اولین دونه، دومی، و یه جفتی.
ادامه میدیم تا به این علامتی که اینجا داریم برسیم. نخ رو میبریم پشت. این رنج 3 تا تکی و یه جفتی. یک، دو، سه و چهار که میشه یه جفتی. ادامه میدیم تا به علامتمون برسیم. نخ مجدد برمیگردونم به جلو. خب در این رنج 4 تا تکی و یه جفتی. 1، 2، 3، 4 و یه جفتی. خب ادامه بدید تا به علامتمون برسیم. رنج بعدی 5 تا تکی و یه جفتی. 3 الگو رو ادامه بدید. خب وقت این رسیده که نخمون رو عوض کنیم. نصف کار با نخ توسی و نصف کار با نخ مشکی. یه دونه رو بیرون میاریم. روی قلاب نگه میداریم و برای جمع کردن از نخ مشکی استفاده میکنیم. به این شکل جمع میکنیم و 6 تا تکی و یه جفتی. ادامه میدیم تا به این قسمت برسیم. خب این علامت رو دیگه بر نمیگردیم چون در کار مشخص میشه، همینجا میمونه تا بعدن با سوزن محکمش کنیم. این رنج فقط پایه نیم دوبله، یعنی اضافه نمی کنیم دیگه، جفتی نمی بافیم، فقط پایه نیم دوبله. ادامه بدیم تا به این قسمت برسیم. خب دونه آخر رو من نبافتم که هم با هم ببافیم و هم رنگ رو عوض کنیم. مثل قبل قلاب رو داخل میکنیم و نگه میداریم. دیگه با نخ مشکی جمع نمیکنیم. با نخ بعدی که زرد هست کار رو جمع میکنیم. رنج 10 تا 16 فقط پایه تکی، فقط پایه تکی نیم دوبل می بافیم.
بعد از اینکه هفتش بافتیم به بلندی کلاه مد نظرمون میرسیم. بلندی کلاهی که من در نظر دارم 14 سانته. تا به 14 سانت هم رسیدم. اضافه نخ رو میبریم. یه گوشه کلاه رو من بافتم و برای بافت گوشه به 8 خونه نیاز داریم. نخ رو وارد میکنیم و یه زنجیره میزنیم و بعد در همون خونه یه پایه میزنیم که کامل محکم بشه. در این بافتی که میکنیم نخ هم در این قسمت پنهان میشه. 8 پایه کوتاه میزنیم. یه زنجیره میزنیم و برمیگردیم. از این قسمت شروع میکنیم به رجه بعد و در این رجم مجدد 8 پایه کوتاه میزنیم. اضافه نخ رو من میبرم، یه زنجیره میزنیم. در این قسمت باید کم کنیم، قلاب رو وارد میکنیم در این دوتا خونه و جمع میکنیم و ادامه بافت. 1 2 3 4 دو تا دونه آخر رو مجدد کم میکنیم. یه زنجیره میزنیم برمیگردیم و باز کم میکنیم. 1 2 و دو تا دونه آخر رو باز کم میکنیم. و رج آخرم دوتا کم کردم. اضافه نخ رو میبریم. قبل از دورگیری کلاه باید این نخهایی که داریم رو همه رو پنهان کنیم. نخ رو داخل سوزن میکنیم. و به این شکل داخل بافت کلاه میکنیم. نخ رو به این شکل وارد میکنیم و زنجیره میزنیم و شروع میکنیم دور تا دور کار رو پایه کوتاه میزنیم. به همین ترتیب ادامه میدیم تا به نقطه شروعمون برسیم.
به این قسمت که میرسیم به همین شکل دورگیری میکنیم. ببینید چقدر منظم و گرد شد. به همین ترتیب ادامه میدیم تا به نقطه شروعمون برسیم. دونه آخرم من ببافم، اضافه نخ رو قیچی میکنم، نخ رو داخل سوزن باید بکنیم و برای اینکه منظم بشه این کارو میکنیم. از دو تا گندمی آخرین تونه رد میکنیم، ببینیم این کامل صاف شد، یه خط صاف به ما میده. محکم بکشید و چند بار رفت و برگشت این کار رو تکرار میکنیم تا نخ محکم و مخفی بشه و در انتها هم داخل بافت کلاه میکنیم. برای بافت چشم به سه رنگ سفید و مشکی و توسی احتیاج داریم. برای بافت قسمت سفیدی چشم از نخ دولا استفاده کردم و برای این قسمت چشم از نخ یکلا استفاده کردم و همینطور برای دور چشم از نخ دولا استفاده کردم و برای مرکز چشم از نخ یکلا. مجدد حلقه جادویی میزنیم یه زنجیره میزنیم که محکم بشه و بعد شش پای کوتاه میبافیم. رج بعد هر خونه رو یه پایی جفتی میبافیم. به این بافت گرد بافی هم میگم. سعی کنید محکم ببافید که بافت منسجمی داشته باشیم و بین خونه ها حفره نباشه. نخ رو محکم میکشیم و دوباره از اضافه نخ به عنوان علامت استفاده میکنیم. رج بعد یک پایه کوتاه و یک جفتی. در این رج دو پایه کوتاه و یه جفتی. برای اینکه بافت گرد داشته باشیم و یه دایره گرد بهمون بده کار برمیگردونیم. قلاب رو در این قسمت میکنیم و دونه آخر رو از این قسمت بیرون میکشیم و کامل میکشیم.
برای گردی دور چشم از رنگ مشکی استفاده میکنیم، ولی برای اینکه کامل مشخص باشه برای شما من از رنگ زرد استفاده کردم. به این شکل نخ رو وارد میکنیم، یه زنجیره میزنیم و با یک پای کوتاه محکم میکنیم. سه پای کوتاه میزنیم و یه جفتی. یک، دو، سه و یه جفتی. ادامه میدیم تا به این علامتی که داریم برسیم. هر گندمی دو تا قسمت داره، ولی ما با قسمت جلوی کار داریم و میخوایم ادامه کارمونو با این قسمت ببافیم. ببینید، با این قسمت گلاب رو در حلقه جلوی وارد میکنیم و به این شکل مجدداً به این شکل خارج میکنم. ادامه میدیم تا انتهای کار. برای سیاهی مرکز چشم نخ یک لا استفاده میکنیم، حلقه جادویی و شش پای کوتاه میزنیم. گلاب و در دونه آخری وارد میکنیم و نخ توسی رو اضافه میکنیم. یه زنجیره میزنیم محکم بشه و حالا هر خونه رو یه جفتی میبافیم. برای وصل کردن چشم به کلاه، اول جای چشم رو مشخص میکنیم. به این دلیل این قسمت وسط انتخاب کردیم که چشم ها روش قرار میگیره و مشخص نمیشه. دقت کنید که این دوتا باید با هم مماس باشن. همینطور این گوشه های کلاه باید کامل روی هم قرار گرفته باشن. بعد این دو قسمت رو به هم میدوزیم.
ادامه نخ سفید رو سعی کنید از همونجا وارد کنید که پشت کلاه تمیزتر باشه و مشخص نباشه. تا این قسمت کار به این شکل شد. میبینید که این قسمت شل هست، حتما باید با کمی چسب 1-2-3 محکمش کنید. اگه یادتون باشه برای بافت چشم از حلقه جادویی استفاده کردیم و یه حلقه پشتی باقی موند که برای محکم کردن دور چشم روی بافت ازش استفاده میکنیم. یه حلقه رو میگیریم و نخ رو داخل بافت کلاه میکنیم که از پشت مشخص نباشه و کار تمیز باشه. نوبت دوخت لبخنده. برای این کار سفیدی مرکز چشم رو در نظر بگیرید و سرش پایین تر بیاید و نخ مشکی رو از اونجا باید وارد کنید. سعی کنید موقع دوخت نخ رو محکم نکشید. برای بافت شال 10 دونه زنجیره میزنیم و این اندازه برای 1 سال هست. پهنای شال کاملا سلیقه‌ای هست. به اندازه‌ای که میخواید سر بندازید 2 دونه زنجیره میزنیم به عنوان اولین پایه نیم دوب و سومین خانه گندمی قلاب رو داخل میکنیم. دو تا زنجیره میزنیم و کار رو برمیگردونیم. دقت کنید که تعداد پایه های پایین و بالا باید با هم برابر باشن تا پهنای شال تا انتهای اندازه باشه.
دو تا زنجیره میزنیم و برمیگردیم. و تا بالا میبافیم تا به بلندی مد نظرمون برسیم. برای اینکه بلندی معمول این شال رو حساب کنیم، دور سر شخص رو به اضافه 15 میکنیم. اندازه که به دست اومد بلندی معمول این مدل شال هست. من یه طرف کار رو دورگیری کردم. دورگیری دور شال حتما باید انجام بشه و اون طرف دورگیری نشده. میبینید تفاوتش رو؟ برای گوشه و زاویه های شال دو پای کوتاه میزنیم و باقی قسمت ها یک پای کوتاه میزنیم و به این ترتیب کل کار رو دورگیری میکنیم. رنگ زرد رو وصل میکنیم و یه زنجیره میزنیم محکم بشه و در همون خونه یه پایه نیم دوب میزنیم. دوازده تا پایه نیم دوب میزنیم برمیگردیم و مجدد این رشت هم پایه نیم دوب میبافیم. دقت کنید این دو تا نیم دایره باید اندازه هم باشن. من در این نیم دایره 6 رج پایه نیم دوب بافتم، فقط نیم دوب، یعنی نه کم نه اضافه. پس این قسمت هم باید 6 رج پایه نیم دوب ببافیم. اگر دقت کنید این قسمت زرد از توسی پهناش کمتره و این مسئله نیست. این قسمت برای این هست که بعداً یه فضایی برای دورگیری داشته باشیم. بعد از اینکه 6 رج بافتیم دو تا زنجیره میزنیم برمیگردیم به این شکل کم میکنیم. دو تا دونه آخر رو هم کم میکنیم.
مجدداً رج بعد کم میکنیم. و دو تا آخر دوباره کم میکنیم. این رج با پای کوتاه کم میکنیم، یعنی نخ رو روی قلاب نمیندازیم. و به این شکل کم میکنیم. دورگیری رو انجام دادم و نخها رو بین کار مخفی کردم. ادامه نخ رو طوری ببرید که برای این قسمت لازم میشه. به قرار این دو قسمت رو کوک کنید. به این شکل بدوزید و چند بار تکرار کنید تا محکم بشه. برای چشم روی شال دقیقا مثل روی کلاه هست و همون الگویی که برای چشم کلاه استفاده کردیم برای چشمای روی شال هم استفاده میکنیم، فقط با نخ یک لا. من از گلاب 1.25 استفاده کردم. دورگیری ها رو انجام بدید و بقیه کار رو تصویری نشون میدم. چشم ها رو مطابق روی کلاه که گفتم ثابت کنید و برای این قسمت طبق فیلم کار رو ادامه بدید. Thank you.
برای تطبیق این دو قسمت من از چسب استفاده کردم. ممنونم از اینکه منو تا انتها همراهی کردید و تماشا کردید. برای دیدن ویدیوهای بیشتر سابسکرایب کنید و برای اینکه از ویدیوهای جدید مطلع باشید زنگوله رو فعال کنید و حتما اگه سوالی دارید برام کامنت کنید.